عمر ابن خطاب به گواه تاریخ چه شخصیتی داشت؟ خلیفه ای عادل و تند خوب. سلام دوستان، به چنل خودتون سینا پادکست خیلی خوش اومدید. خوشحالم که باز با یک ویدیو دیگه در خدمتتونم. شخصیت های صدر اسلام بدون شک مهمترین و تأثیرگذارترین چهره های تاریخ این دین محسوب میشن که علاوه بر این که با اقدامات خود به افراد مهمی در تاریخ تبدیل شدند، همواره از سوی جریان‌های مختلف هم با قضاوت‌های متناقضی همراه شدند که یکی از مهمترین اونها دومین خلیفه تاریخ اسلام عمر ابن خطاب بود. ما قراره در این ویدیو به صورت مفصل به سراغ زندگی نامه عمر بریم و اون رو با هم مورد بررسی قرار بدیم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید و برای حمایت از چنل خودتون لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. عمر ابن خطاب، معروف به عمر فاروق و عمر اول، زاده سال 13 آم الفیل و در گذشته سال 23 هجری از صحابه برجسته پیامبر اسلام و دومین خلیفه مسلمانان بود که به وصیت خلیفه اول ابوبکر به خلافت رسید و حدود 10 سال حکومت کرد. عمر در سال 6 یا 9 بعثت مسلمان شد و عمده منابع تاریخ اسلام مسلمان شدن وی رو سبب تقویت اسلام و مسلمین دونستند. در دوره خلافت و زمامداری عمر، فتوحات اسلامی گسترش چشمگیری یافت و سرزمین‌های بسیاری در منطقه شام، عراق و ایران به تصرف مسلمانان در آمد و در همین دوران اصلاحاتی از جمله تأسیس بیت المال و ایجاد مبدأ تاریخ اسلامی هم صورت گرفت. عمر سرانجام در ذی‌حجه سال 23 هجری به دست فیروز نهاوندی معروف به ابو لؤلؤ در مدینه ترور شد و 3 روز بعد درگذشت. وی قبل از مرگ شورای 6 نفره را برای تعیین خلافت پس از خود تشکیل داد که سرانجام به انتخاب عثمان ابن عفان منجر شد. شخصیت عمر ابن خطاب همواره با قضاوت‌های متناقضی روبرو بوده. در نزد مسلمانان اهل سنت، عمر جایگاه بسیار والایی داره و برخی از اقدامات وی برای سنی ها جنبه فقهی پیدا کرده. در منابع سنی، روایات فراوانی در مدح عمر ابن خطاب نقل شده و به وی لقب فاروق دادند و اون رو یکی از اشره مبشر دونستند. اهل سنت بر این باورند که مسلمان شدن عمر که شخصیتی جدی و تندخو داشت، جایگاه مسلمانان در مکه را تقویت کرد و همواره زندگی زاهدانه و عادلانه عمر را ستودند. در نقطه مقابل، مواضع عمر همواره مورد انتقاد شیعیان بوده، از جمله اینکه شیعیان معتقدند با وجود سفارش پیامبر به خلافت علی ابن ابی طالب، عمر زمینه رو برای خلافت ابوبکر فراهم کرد و هنگامی که برای بیعت گرفتن از امام علی به خانه فاطمه زهرا رفت، تهدید کرد خانه رو به آتش خواهد کشید. در بحث اطلاعات و زندگی شخصی، عمر ابن خطاب با نام کامل ابو حفص عمر ابن خطاب ابن نفیل ابن عبدالعزای ادوی قریشی در سال 13 بعد از آم الفیل مصادف با 40 سال قبل از هجرت در مکه به دنیا آمد. کنیه وی ابو حفص بود و به گفته تقوش نویسنده لبنانی، عمر از تیره بنی عدی بود که از نظر جایگاه به قبایل مهمی مثل بنی هاشم نمی رسید. بنابر گزارش مغریزی، مورخ مصری قرن 9، عمر از اشراف قریش به شمار می رفت و در دوره جاهلیت سفیر قریشی ها در جنگ ها بود. اهل سنت برای عمر لقب فاروق به معنای جدا کننده حق از باطل را به کار می برند. به گفته طبری، مورخ نامدار اسلام، درباره اینکه چه کسی اولین بار عمر ابن خطاب رو فاروق نامید اختلاف نظر وجود داره.
برخی گفتند اولین بار پیامبر اسلام به وی گفت فاروق، و برخی معتقدند اولین کسانی که به عمر چنین لقبی را دادند یهودیان بودند و سپس این صفت وارد فرهنگ اسلامی شد. به گزارش منابع تاریخی، عمر ابن خطاب 9 پسر و 4 دختر داشت که یکی از دختران وی به نام حفصه همسر پیامبر اسلام بود. عبدالله ابن عمر فرزند ارشد عمر ابن خطاب و معروفترین فرزند وی بود که در منابع تاریخ اسلام شخصیتی محتاط، زاهد و گوشگیر در امور سیاسی توصیف شده. همچنین دیگر فرزند عمر هم عبیدالله ابن عمر بود که پس از ترور پدرش توسط ابو لؤلؤ پیروز نهاوندی، چند نفر از جمله همسر و دختر خردسال ابو لؤلؤ و یک ایرانی مسلمان به نام هرمزان را به قتل رسوند. برخی از منابع تاریخ اسلام نوشتند هنگامی که خبر این اتفاق به گوش عمر ابن خطاب رسید، عمر وصیت کرد عبیدالله رو قصاص کنند. به گزارش شیخ مفید، هنگامی که عثمان به خلافت رسید از قصاص عبیدالله خودداری کرد، اما با پافشاری علی ابن ابی طالب برای اجرای حکم شبانه عبیدالله رو از مدینه فراری داد. پس از به خلافت رسیدن امام علی، عبیدالله به معاویه پیوست و سرانجام در نبرد صفین هم کشته شد. در رابطه با ازدواج عمر ابن خطاب با ام کلثوم دختر علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا، در منابع شیعه اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. برخی اون رو پذیرفتند و مثل منابع اهل سنت قائل به صحت این ازدواج هستند و عده‌ای هم اون رو رد کردند، و برخی در رابطه با کیفیت و چگونگی این ازدواج اشکالاتی رو بیان کردند که ما قبلا در یه پادکست مفصل به ماجرای این ازدواج پرداختیم، و اگه دوست داشتید حتما اون ویدیو رو هم ببینید و نظرات خوبتون رو برامون کامنت کنید. بسیاری از منابع اسلام آوردن عمر رو سال ششم بعثت می دونند، اما مسعودی مورخ معروف قرن چهارم اسلام سال نهم رو سال اسلام آوردن عمر ذکر می کنه. درباره کیفیت مسلمان شدن عمر نقل شده که وی روزی شمشیر برداشت تا پیامبر اسلام رو به قتل برسونه، اما خواهر تازه مسلمان وی اون رو از این کار منصرف کرد و عمر پس از شنیدن آیاتی از قرآن مسلمان شد. پس از هجرت مسلمانان به مدینه، پیامبر اسلام بین عمر و ابوبکر عقد اخوت بست. به گزارش عمده منابع تاریخ، عمر در غزوات دوره پیامبر حضوری فعال داشت، اما برخی گزارشات تاریخی از فرار یا شکست وی در این جنگ ها حکایت داره. از جمله ابن جریر طبری از خود عمر نقل کرده که وی در جنگ احد فرار کرد. در جنگ خیبر هم که پیامبر عمر را پس از ابوبکر مأمور فتح قلعه خیبر کرد، عمر نیز مثل ابوبکر شکست خورد، و سپس هنگامی که علی ابن ابی طالب مأمور فتح خیبر شد، سپاه مسلمانان به پیروزی رسید. بخش قابل توجهی از منابع تاریخ اسلام این مطلب رو به ما میرسونه که عمر ابن خطاب در زمان حیات خود پیامبر اسلام در موارد مختلفی با وی مخالفت میکرد، از جمله این که وی در ماجرای صلح حدیبیه بر پیامبر اسلام به سبب صلح کردن با قریش خورده گرفت و حتی گفت که به نبوت وی هم شک کرد. ماجرای دوات و قرطاس یا قلم و دوات هم از جمله مواردیه که عمر ابن خطاب با فرمان پیامبر اسلام مخالفت کرد. به گواه برخی از منابع حدیثی اهل سنت، پیامبر چند روز پیش از درگذشت خود کاغذ و قلم خواست تا چیزی بنویسه که مسلمانان هرگز گمراه نشن، اما عمر با این کار مخالفت کرد و گفت همانا درد بر پیامبر چیره شده و این مرد هذیان می گوید. کتاب خدا نزد شماست و همین ما را کفایت می کند.
همچنین پیامبر در آخرین روزهای عمر خود دستور داد مسلمانان به فرماندهی اسامه ابن زید برای مقابله با رومیان اعزام بشند، اما عده‌ای از جمله عمر و ابوبکر از این فرمان سرپیچی کردند و در سپاه حضور پیدا نکردند. اعزام سپاه اسامه هم تا زمان به خلافت رسیدن ابوبکر به تعویق افتاد. در زمان خلافت ابوبکر، عمر ابن خطاب بدون شک دست راست وی و جدی ترین همراه ابوبکر در زمان خلافت وی بود. عمر در زمان جنگ‌های ارتداد مستقیما در این جنگ‌ها حضور نداشت، اما تصمیمات وی همواره بر ابوبکر مؤثر بود و وی در بسیاری از موارد حتی موفق می‌شد نظر ابوبکر را هم تغییر بده. همین مسئله باعث نفوذ بسیار عمر بر ابوبکر و در نهایت وصیت ابوبکر به خلافت عمر بود. عمر ابن خطاب در 22 جمادی الثانی سال 13 هجری پس از مرگ ابوبکر به خلافت مسلمانان رسید و بیش از 10 سال حکمرانی کرد. بنابر نقل طبری، ابوبکر در هنگام مرگ عثمان رو فراخوند تا عهدنامه وصیت وی رو مکتوب کنه. ابوبکر وقتی شروع به گفتن وصیت خود کرد از هوش رفت و عثمان عهدنامه رو به نام عمر نوشت. هنگامی که ابوبکر به هوش اومد، آنچه عثمان نوشته بود رو تایید کرد. بنابر نقلی، پس از تعیین عمر به خلافت، عده زیادی از صحابه به ابوبکر اعتراض کردند که اگر خدا از تو درباره خلافت عمر سوال کند چه جواب می‌دهی که یک شخص درشت خو و تند مزاج را بر ما حاکم کردی؟ ابوبکر در پاسخ به این اعتراض هم عمر را بهترین مردمان خواند و از انتخاب خود ابراز پشیمانی نکرد. دوران 10 ساله خلافت عمر هم در امور بیرون از حکمرانی با فتوحات زیادی همراه بود و در امور داخلی هم عمر دست به یک سلسله اصلاحات بسیار مؤثر زد. عمر در 26 ذی‌حجه سال 23 هجری سرانجام به دست فردی ایرانی به نام ابو لؤلؤ پیروز نهاوندی که اصالتاً اهل نهاوند بود و خادم مغیرت ابن شعبه بود ترور شد و سرانجام به قتل رسید. عمر 3 روز بعد از مجروح شدن در سن 63 سالگی از دنیا رفت و در کنار قبر ابوبکر دفن شد. در ایران و عراق روز 9 ربیع الاول هم روز مرگ عمر دونسته شده و برخی از شیعیان به شکرانه این اتفاق عیدی به نام عید الزهرا یا عمر کشان برگزار می کنند. عمر ابن خطاب پیش از درگذشت خود شورای 6 نفره برای انتخاب خلیفه بعدی تشکیل داد که اعضای این شورای معروف عبارت بودند از علی ابن ابی طالب، عثمان، طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص. بنابر نقل ابن قتیبه مورخ قرن 3، عمر آرزو می‌کرد کاش افرادی مثل معاذ ابن جبل، سالم مولا ابی حذیفه و ابو عبیده جراح زنده بودند تا وی خلافت را به اونها واگذار می‌کرد. در رابطه با شخصیت عمر ابن خطاب در بسیاری از نقل‌های تاریخی تصویری تند مزاج و تند خو از عمر ارائه شده. برای نمونه امام علی در خطبه معروف شقشقیه میگه ابوبکر خلافت را در اختیار کسی قرار داد که جوی از خشونت، سختگیری، اشتباه و پوزش طلبی بود. همچنان ابن قتیبه هم در عیون الاخبار ذکر میکنه که عمر عقیده داشت مردم جز با خشونت اصلاح پذیر نیستند. به گفته ابن ابوالحدید معتزلی در گفتار و رفتار عمر همواره درشتی و تکبری آشکار وجود داشت و طبیعت وی هم بسیار خشن بود. از عبدالملک ابن مروان هم نقل شده که در خطبه ای عمر رو شخصی تند خو و سخت گیر خونده. با این حال سیوتی از پسر عمر نقل میکنه که وی هرگز عمر رو خشمگی ندیده بود و وی در خانه متفاوت با چیزی بود که در جامعه بود.
با این وجود تقریبا عمده منابع تاریخ اسلام بیان کردند که وی شخصیتی بسیار زاهدانه داشت و در اجرای عدالت با هیچ کس تعارف نمی کرد. به گفته رسول جعفریان، عمر از نظر اقتصادی برداشتی افراطی از زهد در دین داشت، اما این بدون معنا نبود که وی در دوره خلافتش ثروتی نداشته باشه، بلکه عمر از ثروتمندان قریش بود. با این حال عمر به شدت بر برخی از کارگزارانش سخت می گرفت و در اجرای عدالت برای اونها از هیچ چیز چشم پوشی نمی کرد. ماجرای شکایت فرد مصری از پسر عمرو عاص والی مصر در زمان عمر به وی از جمله موارد این ادعاست که در اون عمر شخص مصری رو مجبور کرد که با چوبی که در دست داره پسر عمرو عاص و حتی خود عمرو عاص رو هم به قصاص ستمی که بر وی کردند کتک بزنه. در دوران زمامداری عمر قلمرو مسلمانان گسترش چشمگیری پیدا کرد و غنایم فراوانی وارد بیت المال شد و عناصری ضد عرب هم وارد جامعه اعراب شدند. این وضع می طلبید که فعالیت اداری حکومت مرکزی هم گسترش پیدا کنه. برای سازماندهی این وضع شهرهای جدیدی به دستور عمر از جمله کوفه ساخته شد و قلمرو اسلامی به چند منطقه و ایالت تقسیم شد. در همین دوران بیت المال و دیوان تأسیس شد و امر قضاوت از کارهای حکومتی جدا شد. به گزارش ابن کثیر، عمر ابن خطاب نخستین کسی بود که به پیشنهاد عمرو عاص امیرالمؤمنین خوانده شد و نخستین کسی هم بود که برای ادب کردن مردم شلاق به دست گرفت. بنابر نقل طبری، عمر مقرری افراد رو بر اساس سابقه اونها تعیین کرد و برای اهل بدر 5000 درهم و برای کسانی که بعد از بدر تا صلح حدیبیه سابقه داشتند 4000 درهم تعیین کرد. این روش در زمان عثمان هم ادامه داشت تا اینکه با به خلافت رسیدن علی ابن ابی طالب این سیاست تغییر پیدا کرد و علی بیت المال رو بدون در نظر گرفتن سابقه افراد به طور مساوی میان مسلمانان تقسیم میکرد. عمر ابن خطاب در دوره خلافت خود با اصحاب مشورت میکرد، اما خود رو ملزم به اجرای نظرات اونها نمیدید. وی در چندین موضوع نظر علی ابن ابی طالب رو ترجیح داد، از جمله در امور قضایی، تکلیف زمین‌های فتح شده عراق و تعیین هجرت پیامبر به عنوان مبدأ تاریخ اسلام. با این وجود عمر از شخصیت‌های بزرگ صحابه به عنوان کارگزار استفاده نمی‌کرد و از وی نقل شده که نمی‌خواست اونها رو به کار اجرایی آلوده کنه. در این حال از شعبی محدث بزرگ اهل سنت نقل شده عمر ابن خطاب از ترس فتنه انگیزی مهاجران اجازه خروج اونها از مدینه رو نمیداد و میگفت بیشترین ترس من پراکنده شدن شما در شهر هاست. رسول جعفریان معتقد این اقدام عمر دو دلیل داشت. یکی این که ممکن بود هر یک از این صحابه در هر شهر برای خود جایگاهی پیدا کنه و در برابر خلیفه بایسته. دوم این که عمر نمیخواست احادیث نبوی در شهرها منتشر بشه. همچنین ابن سعد کاتب واقدی در کتاب الطبقات الکبری نقل میکنه عمر از گروهی از اصحاب پیامبر که عازم عراق بودند خواست تا مردم رو به احادیث نبوی سرگرم نکنند. از جمله مواردی که در رابطه با عمر در تاریخ ثبت شده اینه که وی بر وضع مالی و اقتصادی کارگزاران و حکام خود نظارتی دقیق داشت و اموال اونها رو پیش از انتصاب به امارت ثبت می کرد و در وقت بازگشت اموال اونها رو دو نیم می کرد و نیمی از اون رو به بیت المال می داد، چون معتقد بود اونها این مال رو به ناحق گردآوری کرد. با این حال برخی کارگزاران که زندگی مرفهی برای خود ساخته بودند از سختگیری عمر در امان بودند، از جمله معاویه حاکم شام که عمر با وجود اینکه وی رو کسرای عرب میخوند هیچ وقت سختگیری هایی که نسبت به خالد ابن ولید یا سعد ابن ابی وقاص داشت رو بر وی اعمال نکرد.
ممنونم که تا پایان این ویدیو همراه من بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، حمایت یادتون نره و اون رو برای دوستانتون شیر کنید. ضمناً میتونید در بخش دیسکریپشن یا توضیحات منابع این ویدیو رو به صورت کامل ببینید و اگه دوست داشتید سایر پادکست های چنل خودتون رو هم ببینید و نظرات خوبتون رو برام کامنت کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.